به بخش کوتاهی از فیلم مستند سلام راگبی نگاه میکنیم، گوشه ای از تمرینات دختران راگبی کار در یکی از شهرستانهای ایران. آزاده صمدیانی هستم، لیسانس تربیت بدنی، 10 سال سابقه ورزشی دارم. سال 84 برای اولین بار با ته تماسی که خانم ناطقی با ما گرفتن، گفتن بچه هایی که سابقه ورزش هندبال، بسکتبال یا فوتبال رو دارن رو معرفی کنید. 3 روز دوره دیدیم تهران که تقریبا میشه گفت دوره توجیهی بود. ما اونجا گذروندیم و نفری یه دونه توپ دادن دستمون، برگشتیم به شهرامون. کسی که میخواد حرکت کنه حتما باید به سمت پشتش حرکت پاس بده تا یار پشتی بکشه جلو در پناه اون تیر پیشتر میکنه. با پا تو با هدایت کنید چند متر رو جلوتر کنید، یادش بکشه جلو ما برای خانوما خیلی محدودیت داریم تو ایران. این اولین رشته است که میتونیم تو زمین چمن استفاده کنیم. کار کردیم، یه مقدار حرکت‌های تکل و اینا رو بردیم تو سالن کشتی، رو دوشک بهشون آموزش دادیم. توی سالن که تمرین میکنیم معمولا بچه‌ها شوت میکنن، میره توی سقف سوله گیر میکنه، باید برن یه نردبان بلند بیارن که ما دیگه مجبور میشیم از خیر اون توپ بگذریم. معمولا تو سالن سرپوشیده تمرین میکنیم. از مشکلاتمون اینه که زمین سره، بچه ها دیگه حالا راه افتادن، دست خودشون نیست، میرن که تک کنن میخورن زمین یا ممکنه سر بخورن به دیوار بخورن. برای من خیلی ارزش داره چون تعداد بازیکنام کمه، اگه یه نفرشون آسیب ببینه ممکنه یه تبلیغ منفی برای من باشه. اما سلام راگبی به ناهنجاری‌های اجتماعی و مشکلات سیاسی ایران هم می‌پردازه. از فرامرز بهشتی در همین رابطه پرسیدم. سیاست و شرایط اجتماعی در ایران چه تأثیری در شکل‌گیری روند فیلم داره؟ خب ببینین، شما محال یه کار اجتماعی بخوای بکنی، حتما به عنوان فیلمم حتی سوژه‌اش اجتماعی باشه، سوژه زنان باشه و این فیلم حالت سیاسی نگیره، چون طبعا منم مثل آدمای عادی دیگه موافق اون وضعیتی که ما برای زنامون تو ایران به وجود آوردیم نیستم و در نتیجه اولین چیز من خواهناخواه به عنوان انسان برخورده من اینه که راضی نیستم از این وضع و دوست دارم اگه بشه نقشی داشته باشم تو عوض کردن این واقعیت ها و این فیلم من به من این امکانو میده. راه دیگه بلد نیستم، آدم سیاسی نیستم. در نتیجه وظیفه معنوی من بود اول کنار این که بخوام خود جریان ورزشی فیلمو نشون بدم، میگم بدون دخالت شخصیم سعی کنم اون چیزی که واقعیت روزمره این خانوما هستش رو بتونم نشون بدم به که مردم دنیا بفهمن تو شیروان اگه یه دختر میخواد بره راگبی بازی کنه یا والیبال بازی کنه یا اصلا بره ورزش بکنه چه واقعیت هایی داره، این دولت آقای احمدی نژاد چجوری داره واقعا این خانوما رو خفه میکنه با این قوانین جدیدی که آورده. شما ببینین ظاهر امر میگن که همه چی خوبه، آزادیم، اینه بهترین، زنها برن ورزشگاه، ولی واقعیت امر اینه که نه تنها اونا، همه دروغ بود.
مثل قول آوردن بنزین سر سفره مردم دروغ بود. ریزکاریاشون جالبه. شما ببینین میان اینا تو ساعتهای زمین ها رو عوض میکنن. اولا که اون یه ذره امکاناتی که موجوده برای ورزش، گفتم از اون کسی که کار ورزشکاره تا اونی که فقط میخواد بیاد هفته چند ساعت ورزش بکنه باید زیر یه سقف باشن، و اون تعداد امکانات محدودی هم که مونده تو تک سراسر ایران، اینا به اسم خصوصی سازی اومدن توی باندی بین خودشون پخش کردن و همون باند دوباره به همون هیئت‌های ورزشی که پول دارن، پول بیشتری دارن، این همون فصل امکانات رو اجاره میدن. در نتیجه هیئت راگبی مثلا فرض کن فلان شهر بعد تمام این جریانات تنها زمانایی که مثلا میتونن به اینا بدن ساعتهای عجیب غریبیه که به نظر من یه ذره نیت سیاسی هم پشتش هست. مثلا شما حساب بکنین تو زمستونا که هوا سردتره ساعت دخترها رو، تمرین دخترها رو میذارن مثلا 5 صبح. حالا شما حساب بکن یه شهری مثلا مثل شیراز که چند میلیون جمعیت داره و زمین تمرینش هم فرض کن مرکز سالون حجاب مثلا میگیم، حالا اسم سالون خانوم ها رو یادم نمیاد دقیقا، ولی 5 صبح برای خیلی ها این میشه که یعنی باید ساعت 3:30-4 خونه هاشون بزنن بیرون که 5:30-6 برسن مثلا سر تمرینشون، و همون هیئت تابستون که هوا گرم میشه میان مال زمان خانوما رو عوض میکنن، آقایون رو میذارن صبح که با نشاط‌تر باشن و خانوما رو میذارن مثلا ساعت 2 تا 4، دوباره با همون واقعیت ها. حالا گذشته از گرماش و از شرایط غیر عادی که اون ساعت خب هیچ کی نمیخواد تمرین کنه، مسئله این هستش که خب همون خانواده باید دوباره همون دختر ساعت مثلا 5 تموم بکنه تا برسه خونه، ممکنه بشه 7-8 شب. خب با این ریزکاری ها، با این زیرکاری ها یک حربه دیگه درست کردن که یک مقدار خفقان رو برای خانوما بیشتر بکنن، و این وظیفه من بود که اینو نشون بدم و امیدوارم که بتونم برای بیننده خارج این مسئله رو خوب درک بکنم، تا اینکه یک مقدار کاری که این دخترها دارن میکنن بیشتر واقعیت‌های روزمرهش بشه منعکس کرد. اما آخرین سوال من از فرامرز بهشتی درباره اکران این فیلم در جشنواره‌های سینمایی است. واکنش تماشاگران و بینندگان غیر ایرانی چی بود؟ چه نظراتی داشتن؟ من این فیلمو البته میگم تا حالا 3-4 تا فستیوال پخش شده، ولی در کل میگم این فیلمم خیلی مدتی نیست تموم شده، شاید 6-7 هفته است که واقعا من کارهای پست پروداکشنش رو تموم کردم، و الانم خیلی فستیوالای دیگه بالاخره هر هفته این چند ماه آینده فستیوال زیاده، و میگم خود من تجربه فقط این فستیوال نیوزلند رو داشتم که برای اولین بار میشستم لای تماشاچی و فیلمم رو نگاه میکردم، و باید بگم که فکر میکنم اون چیزی که من نیتم بود یک مقدار تونستم با این کار انجام بدم. یعنی واقعا من خیلی دوست دارم تو بحثای سوال و جواب بعدا اگه واقعا کسی سوالی داشته باشه، که خوشبختانه مردم نیوزلند خیلی اونایی که تو سینما می اومدن بحثای خیلی خوبی داشتیم، و واقعا من یکی از چیزایی که برام خیلی راضیم کردیم بود که می دیدم خیلی ها با یه سمپاتی خیلی بیشتر به نفع برای خانومای ایرانی عکس العمل نشون دادن. واقعا خانومای ایرانی تو این از موقع مخصوصا بعد از انتخابات گذشته انقدر تو دنیا جلوه جدیدی پیدا کردن، ولی باز با همه این حرفا چیزی که من می دیدم یک مقدار منم تونستم با این کارم یک مقدار این سمپاتی که مردم به خانومای ایرانی دارن و به کارشون بیشتر بکنم، و این برام خیلی ارضا کننده بود.